حشمت الله طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران 7 ماه پیش توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. اتهامات او از جمله شامل تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و محاربه عنوان شده. بنابر اعلام خانواده طبرزدی، او روز 14 اردیبهشت با دستبند و پابند برای تفهیم اتهام به بازپرسی اصفهان برده شد. تیما دختر آقای طبرزدی در این باره به صدای آمریکا گفته که پدرش نظام قضایی جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد. این اتهامات واهی در بازپرسی 142 اصفهان به نیابت از دادسرای اوین تهران متوجه ایشان شده است. با توجه به اینکه برای پدرم وکیل نپذیرفتند، ایشون اعلام کرده است اگر قرار است این اتهامات منجر به حکم اعدام شود، من اعلام میکنم وارد بازی جمهوری اسلامی نخواهم شد و آمادم اعدام شوم. اولین دادگاه پدرم بعد از گذشت 8 ماه بازداشت غیرقانونی 24 اردیبهشت ماه خواهد بود که پدرم اعلام کردند با توجه به اینکه دادگاه غیرقانونی است و روند دادرسی فاقد هیئت منصفه است، همچنین از جانب من وکیل پذیرفته نشده در این دادگاه شرکت نخواهم کرد. ما از نهادهای حقوق بشری تقاضا داریم نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران توجه فرمایند و از همه ظرفیتشان برای آزادی آنان استفاده کنند. بدیهی است مماشات مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری موجب تشویق جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر می شود. امریکا هر بار تبعات زجرآوری را به مبارزان و خانواده آنها تحمیل کرده است. حشمت الله طبرزدی در حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان نگهداری می شود.